بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. با عرض سلام خدمت همه شما بینندگان عزیز و محترم در برنامه آموزشی زبان قرآن کریم، درس 30 از کتاب العربية بين يديك جلد دوم رسیدیم که در این درس در واقع متن رو انشاءالله بررسی خواهیم کرد که این متن متعلق هست به وضعیت آموزش گذشته در کشورهای اسلامی و در جهان اسلام و امکانات آموزشی فعلی و مقایسه کوتاهی در این ارتباط و واژه‌های جدیدی رو هم در این ضمن یاد خواهید گرفت. این متن مقداری بلندتر هست، یعنی مقداری طولانی هست و سعی می‌کنیم که با توجه به کوتاه بودن وقت برنامه سعی می‌کنیم که واژه‌های اصلی این متن رو توضیحات لازم رو بدیم، بخشی ازش رو هم باز می‌داریم تا شما از یک قرائت خاص بشنوید. در این متن مهمترین واژه‌ای که وجود داره که شاید براتون جدید باشه واژه کتاب هست، که کتاب اگرچه از اصل کتابت اخذ شده هست و جمع شاید کاتب هم خیلی ها فکر کنم هست، ولی اینجا در اینجا واژه کتاب که جمعش کتاتیب هست بر همون مکتب خانه های قدیم اطلاق میشه. کتاب یعنی مکتب خانه، مکتب خانه هایی که در مساجد برای خواندن و نوشتن، یادگیری خواندن و نوشتن و قرائت قرآن کریم استفاده می شده و هنوز هم شاید در بعضی از کشورها وجود داشته باشه، مکتب خانه هایی که علوم پایه و اساس آموزشی رو به دانش آموزان یاد میدن. واژه بعدی که در اینجا شاید براتون جدید باشه واژه فعل یشبهو است که ماضیش از اشبهه، یشبهو یعنی مشابهت دارد، اشبه مشابهت داشت، یشبهو مشابهت دارد، و فعل بعدی ضم یضم معنی در بر گرفتن هست، ضم یضم یعنی در بر میگیرد، در بر میگیرد. بعد یک تقسیمات دوگانه ای هست در ارتباط با مراکز آموزشی که میگه دو بخش داره، بخش داخلی هست بخش خارجی. بخش داخلی بهش میگن قسمت داخلی هست که درش خوابگاه هست و امکانات معیشی برای دانش آموز مهیا هست، و بخش خارجی که فقط برای آموزش به کار گرفته میشه با هم و قسم معنای بخش هست. با هم همین صفحه رو از درس گوش میکنیم، در بعد از این ادامه رو توضیحات لازم رو خواهیم داد انشاءالله. گوش کنید. الوحدة الخامسة، الدرس الثلاثون. استمع إلى النص. المدارس والمعاهد العلمية. لم يكن المسجد في الماضي مكان عبادة فقط، بل كان مدرسة يتعلم فيها المسلمون القراءة والكتابة والقرآن وعلوم الشريعة واللغة والعلوم المختلفة. ثم أقيم الكتاب بجانب المسجد وخصص لتعليم القراءة والكتابة والقرآن وشيء من علوم العربية. كان الكتاب يشبه المدرسة الابتدائية في عصرنا الحاضر، وكان من الكثرة بحيث كان هناك نحو 300 كتاب في المدينة الواحدة، وكان الكتاب الواحد يضم أحيانا مئات أو آلافا من الطلاب. ثم قامت المدرسة بجانب الكتاب والمسجد، وكانت الدراسة فيها تشبه الدراسة الثانوية والعالية في عصرنا الحاضر، وكان التعليم فيها مجانا، ولم يكن التعليم فيها خاصا بطائفة من الناس، بل كان يجلس في المدارس ابن الفقير بجانب ابن الغني، وابن التاجر بجانب ابن الصانع والمزارع. وكانت الدراسة فيها قسمين، قسما داخليا للغرباء. بله، فکر کنم کافی است در این در شنیدن متن برمیگردیم به اصل متنی که در کتاب آورده تا اینکه بیشتر با کلمات جدیدی که در این متن اومده آشنا بشیم. بله، بر اساس اونچه که میبینید همونطوری که شنیدید شاید براتون موضوع
تا حدی روشن بود. براتون میگه لم یکن المسجد فی الماضی مکان عبادت، مسجد فقط مکان عبادت نبوده در گذشته، بل کانت مدرسه یتعلم فیها المسلمون القراءه والكتابه والقران وعلوم الشريعه واللغه العربيه لغه والعلوم المختلفه. مسجد در واقع محل آموزشی بوده. ثم اقیم الكتاب بجانب المسجد، اقیم یعنی تأسیس شده، اقام یقیم و اقیمت کتاب، اینمون مکتب خانه هست، مکتب خانه ها بنا نهاده شده، اقام یقیم اقیم، این مجهول هست سیغش، بجانب المسجد در کنار المسجد، خصص لتعلیم القراءه والكتاب والقرآن و شیء من علوم العربیه، باز هم تخصیص داده شد، امین کتاب. کان الکتاب یشبه المدرسه الابتدائیه، یشبه من شباهت داشتی کتاب یا این مکتب خونه ها مثل مدرسه ابتدایی که امروز ما داریم. و کان من الکثرت بحیث کان هناك نحو 300 کتاب فی المدرسه فی المدینه الواحده، یعنی اینقدر با کثرت بود که نزدیک به 300 مکتب خانه در یک شهر و کان وجود داشت. و کان الکتاب الواحد یضم احیانا مئات او آلاف من الطلاب، گاهی یک مکتب خانه صدها، مئات جمع مئه و آلاف جمع الف، الف یعنی هزار و مئه جمع یعنی صد، صدها یا هزاران دانش آموز رو در بر می گرفت. یضم احیانا در بر می گرفت مئات او آلاف من الطلاب. ثم قامت المدرسه تو بجانب الکتاب بالمسجد، بعد از این مدرسه برپا شد در کنار مسجد و در کنار این مکتب خانه ها. و کانت الدراسه تو فیها تشبه الدراسه الثانویه والعالیه، و تدریس درش مشابهت داشت با درس مدارس متوسطه یا ثانوی، در واقع همون دبیرستان هست، و العالیه دانشگاه هست، فی عصر الحاضر در عصر حاضر، و یعنی مشابه با مدارس متوسطه یا مدارس ثانوی با دانشگاه ها در عصر حاضر بود. و کان تعلیم فیها مجانا ولم یکن تعلیم فیها خاصا به طائفه من الناس، مخصوص طائفه معینی هم از مردم این آموزش نبود، بل کان یجلس فی المدارس ابن الفقیر به جانب ابن الغنی و ابن التاجر به جانب ابن الصانع و المزارع. و کانت الدراسه فیها قسمین، قسما داخلیا و للغرباء، دو بخش داشت، بخشی برای داخلی داشت برای افراد نیازمند، غربا غریب بنای نیازمند و فردی که مهاجر از جای دیگه اومده، و الذين لا تساعدهم احوالهم الماديه، یا کسانی که وضعیت مالیشون بهشون کمک نمی کرد، ساعده یا ساعد یعنی کمک نمی کرد، الا ان یعیشوا على نفقات آبائهم، که با نفقه و پول پدرانشون بتونن زندگی کنند. و قسما خارجی و بخشی هم خارجی بهش میگفتن، که لمن یرید و ان یرجع فی المسائل بیت اهلی، برای کسی که میخواد شب برگرده به خانه پدر و مادرش یا خانه خانواده خودش، به خانواده خودش. و کان طعام یقدم مجانا للطالب فی القسم الداخلی فیه یعبد الله و یطالی و ینام، و بذلک کانت کل مدرسه تحتوی علی مسجد و قاعات للدراسه. قاعه به معنای تالار هست، تالار درس، قاعه تالار برای درس. و غرف لنوم طلاب، غرف جمع غرفه است، و مکتبه و مطبخ و حمام. و كانت بعض المدارس تحتوي فوق ذلك على ملاعب للرياضه البدنيه في الهواء الطلق، الهواء الطلق ملاعب، ملعب يعني ميدان بازی برای ورزش، ورزش های بدنی، في الهواء الطلق در هوای آزاد، طلق معنای آزاد هست. وأفضل مثال لهذه المدارس الجامع الأزهر، برجسته‌ترین مثال برای این مدارس جامع أزهر یعنی مسجد أزهر است در واقع. فهو مسجد تقام فيه حلقات الدراسة تحيط به من جهاته المتعددة غرف لسكن الطلاب تسمى بالأروقة، أروقة، أروقة در واقع جمع الرواق هست، که رواق به معنای همون سالن های تدریس بهش گفته میشه، رواق که در از سه طرف دیوار داره و جلوش باز هست. یسکنها طلاب کل بلد بجانب واحد،
فهناك رواق للشاميين ورواق للمغاربة ورواق للأتراك ورواق للسودانيين. در هر کدوم از این سالن‌های درس از هر کشوری زندگی می‌کردند که بعضی ها برای کشور شام و بعضی ها برای مغرب و ترک و سودان و امثال این هست. واکده ولا یزال طلاب الازهر حتی الیوم یأخذون رواتب شهریه. رواتب یعنی حقوق، حقوق شهری، شهری یعنی ماهانه، حقوق ماهانه میگرفتن مع دراست مول مجانیه، با درسی که به طور مجانی اخذ میکردن من ربح الاوقاف، از منافعی که اوقاف وجود داره. التي اوقفت على طلاب العلم بالازهر، که این اوقاف بخش شده بر طلاب علم در ازهر بوده. کان رؤساء المدارس من خیرة العلماء، خیرة یعنی بهترین، من خیرة العلماء و اکثرهم شهره، مشهورترینشون. ولم يكن المدرسون في صدر الاسلام ياخذون اجرا على عملهم، لم يكن المدرسون في صدر الاسلام ياخذون اجرا على عملهم. وبعد ان اتسعت الحضاره وبنيت المدارس، اول استاد اجری نمیگرفت، مزدی نمیگیره، بعد ان اتسعت الحضاره، بعد از اینکه تمدن فرهنگ بالا رفت، و بنیت المدارس، مدارس ساخته شد، و اوقف لها الاوقاف، اوقافی هم براشون بخش شد. جو الی المدرسین فیها رواتب شهریه، برای مدرسین هم حقوق ماهانه مقرر شد. تختلف و کثرت و قل بحسب البلاد و المدارس و الاوقاف، این که اندازه حقوقشون کثرت یا کمیش بر حسب کشورها و مدارس و اوقافی هست که مدارس داشتن. ولکنها علی کل حال کانت کافیه لیعیش المدرس حیاتا طیبه، ولم یکن یجلس للتدریس الا من شهد له الشیوخ بالکفاءه. و برای تدریس همیش کسی نمیتونست بشینه مگر اینکه شیوخ یا کبار علما صلاحیت اون رو تایید بکنن. کفاءه یعنی صلاحیت اون تایید بشه، شهیده یعنی شهادت بدن بر کفاءت اون، صلاحیت اون. و شهادت در واقع امروز به معنای مدرک گفته میشه، ولی اونجا گواهی، یعنی گواهی تحصیلی داشته باشه، گواهی بر صلاحیت تدریس. وقد كان النظام في عصر الاسلام الاول ان يسمح الشيخ للتلميذ بالانفصال عن حلقته وانشاء حلقه خاصه. در ابتدای نظام تدریس اینطوری بوده که یسمح، یسمح و اجازه میده استاد به شاگرد خودش که جدا بشه از حلقتش، حلقه خودش، حلقه اون وقتی که رشد علمی پیدا کرد. و انشاء، انشاء، انشاء یعنی ایجاد کردن، و حلقه جدیدی رو ایجاد بکنه. او ان یعهد برئاست الحلقه الیه بعد وفاته، و یا اینکه به دست بگیره ریاست حلقه رو بعد از اینکه شیخش وفات کرد. گفتیم که این افعالی که آورد تقریبا همشون رو، اکثر اینها رو خوندید، فقط بحث رواق بود که اروقه هست، معنای سالون های تدریس اطلاق میشه، و کفاءه معنای صلاحیت، و سمح یسمحو معنای اجازه دادن، سمح یسمحو، سماح یعنی اجازه دادن. در بخش نهایی میگه و کانت المدارس و انواعا، مدارس انواعی داشت، فمنها مدارس لتدریس القرآن الكريم و تفسیره و حفظه و قراءته، و منها مدارس للحديث خاصة، و منها هي اکثرها مدارس للفقه، بیشتری مدارس مدارس فقه بود. فقط كان لكل مذهب فقهي مدارس خاصة به، هل مدرسه فقهي مدارس برای خودش مدارس خاصی داشت، یعنی هر مذهبی. و منها مدارس للطب، و منها مدارس للأيتام. و يذكر النعيمي، یا نعیمی باید باشه، فی کتاب الدارس و فی تاریخ المدارس، و هو من علماء القرن العاشر الهجری، این مینویسنده مشهور در قرن دهم مینویسه که اسماء مدارس دمشق و فیها وحدها سبع مدارس القرآن. در دمشق فقط میگه هفت مدرسه برای قرآن بود، ولی الحدیث ست عشرة مدرسه، 16 مدرسه برای حدیث بود، و القرآن و الحدیث معا ثلاث مدارس، و الفقه شافی 63 مدرسه، برای فقه شافی 63 مدرسه بود، برای فقه حنفی 52 مدرسه، 52 مدرسه بود، و الفقه مالکی 4 مدارس، و الفقه الحنفی هنبلی 11 مدرسه، و هذا غیر مدارس طبی و غیری من العلوم. این بود وضعیت دمشقی که امروز متاسفانه با خاک و خون یکی شده. به هر حال تاریخ تمدن اسلامی شکوفاست و جای افتخار رو داره، به شرطی که ما سعی کنیم که بر اون منوال بتونیم فرهنگ و تمدن اسلامی رو دوباره زنده نگه داریم.
اولین تمرینی که آورده استيعاب ده علامت صحیح او خطا ثم صحیح الخطا. كان مكان الدراسة في الماضي المسجد والمدرسة. في الماضي فقط مسجد بود و مدرسة هم در کنار مسجد ساخته شد، دانشگاه وجود نداشت. يشبه الكتاب في الماضي المدرسة المتوسطة الآن. كتاب مدرسة متوسطة شباهت نداشت به مدرسة ابتدائي شباهت داشت. این خطا هست. كانت المدارس تحتوي على ملاعب. نعم تحتوي على ملاعب. كان المدرسون يختارون لكفاءتهم. نعم بخاطر صلاحيتشون پذیرفته می شدن. كان عدد مدارس القرآن في دمشق 6 مدارس بیشتر بود، 7 نبود. این هم 6 نبود بر عرض معذرت. تدریب الثانی اختر الجواب الصحیح و دائره حول حرف المناسب. ببینید کدوم که از اینها درست در میاد. اول مکان تعلم فيه المسلمون القراءة والكتابة كان المسجد. درست شد؟ او کتاب. کتاب به جنب مسجد بود. بله کتاب یعنی مکتب خانه ها در کنار مسجد بود. الثانی تشبه الدراسة في المدرسة التي قامت بجانب المسجد الدراسة في المرحلة. مدارسی که افتتاح شد در کنار مسجد تشبه مدرسة الثانوية. الثالث بدأ المدرسون يأخذون الرواتب في صدر الإسلام بعد بناء المدارس. بعد زيادة عدد المدارس بعد بناء المدارس بدأ يأخذون رواتب. الرابع كان أكثر أنواع المدارس للفقه للحديث للقرآن للفقه. هو تركتيني بيشتري مدارس للفقه بود. الخامس أقل عدد مدارس الفقهية كانت للفقه المالكي. كم ترين مدارس فقهي مال مذهب مالكي بود. بقية حنبلي و شافعي بيشترين عدد رو در بر داشت. الثالث تدريب الثالث أجب باختصار عما يلي. لأي شيء خصص الكتاب؟ لتعليم القراءة والكتابة والقرآن الكريم والمواد العربية. الثاني ماذا كان الطالب يفعل في القسم الداخلي؟ في القسم الداخلي كان يأكل وينام فيه. ماذا تسمى غرف الطلاب في الأزهر؟ أروقة. رواق جمعش مش أروقة. اتاق درس بهش میگن رواق، یا جمعش میشه أروقة. الرابع اذكر اسم المدرستين في غير مدارس الفقه غير مدارس القرآن والحديث. مدارس الفقه ومدارس الأيتام. غير القرآن والحديث مدرسة فقه بود، مدارس أيتام بود. الخامس ما عدد مدارس القرآن والحديث في دمشق كلها؟ القرآن والحديث 3 مدارس قرآن وحديث بهم. التمرين الأخير هات جمع الكلمات التالية في النص. رئيس جمعش مشي رؤساء. وقف أوقاف. مدرسة مدارس. أب آباء. عالم علماء. شيخ شيوخ. يتيم أيتام. اسم أسماء. ألف آلاف. غريب غرباء. این بود جمع کلمات. آخرین تمرینی که در این بخش داریم باید بین 2 کلمه مترادف وصل ایجاد کنیم. یقرأ و یطالع. یقرأ با یطالع یک معنا داره. الجامع به معنی هم مسجد هست. جامع الازهر یعنی مسجد ازهر در واقع، ولی بعد مرتبط شده به دانشگاه. و یحتوی علی یضم در بر میگیره. یضم اینا 2 کلمه مترادف هستن. شیخ معلم. یدرس یتعلم التعلیم الدراسه. یه تمرین دیگه هم مونده که این رو هم تکمیل کنیم در انتهای برنامه بهتر هست. هات من النص ما یلی عکس کلمه حاضر. عکس کلمه حاضر رو بیارید که الغایب مرادف کلمه اسره عائله یا اهل بیت. عائله یا اهل بیت به معنای اسره خانواده. جمع کلمه رواق اروقه. کلمه تعنی دون اجر مجانا. مجانا به معنای دون اجر. ما معنی کلمه طلق فی عبارت الهواء و طلق؟ معنای کلمه طلق در این عبارت چی؟ الهواء و طلق هوای آزاد، هوای نقی. الهواء النقی. هوای نقی یا الهواء النقی یعنی هوای پاک تمیز و آزاد در واقع به همون
معنا هست. این بود مجموعه تمرین هایی که در آخرین درس این بخشی از کتاب در بخش پنجم کتاب وجود داشت. امیدیم که بتونیم بخش ششم را هم باز با هم با همراه ما باشید و بتونیم ادامه بدیم. از الله متعال توفیق شما و توفیق خودمون را هم خواستاریم تا اینکه در این راستا قدم های راسختری رو برداریم و بیشتر بتونیم در مسیر یادگیری زبان قرآن فعال باشیم. همه شما را تو برنامه دیگه به الله متعال میسپارم و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.